پس از هدف قرار گرفتن چندین نقطه امن و مناطق تحت تسلط دولت توسط نیروهای هوایی به صورت اشتباهی در برخی از مناطق بادغیس، شماری از ساکنان این ولایت از وقوع احتمالی این گونه رویدادها نگرانند و از حکومت مرکزی می‌خواهند تا چگونگی این رویداد را بررسی نماید. طیارهای جت که چند مرکب میشه که بمبارد میکنه، هدف دشمن آشکارا دیار هویدا است. صدها شکیل، صدها نفر در برابر نیروهای دولتی استفاده است. اونا رو نمیبینه، نمیدونه. ما یاد بلی پسته میدونه، یاد بلی سایه که در سایه امن دولت است، در اونجا بمبارد میکنه. باز یخنشون میگیریم، ما اشتباه کردیم. چرا اشتباه کنیم؟ اطلاعات موثق وجود نداشت که کدام دلیل زده شده بود، آزمایشی بودن یا یعنی یک عملیاتی بودن. حالا قسمت عملیات و در قسمت آزمایش هم باید یک سری اطلاعات موثق و یک هماهنگی بسیار دقیق باید باشن و خودمو دولت افغانستان به خود حکومت محلی که این بمبارد میشن به کدام دلیل میشن و چی هدفی دارن. بنابر گزارش ها در حمله اشتباهی نیروهای هوایی بر یک پاسگاه نیروهای خیزش مردمی، 8 تن از این نیروها هفته گذشته کشته شدند. با این حال این مسئله نگرانی رئیس شورای ولایت بادغیس را نیز برانگیخته است. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایت بادغیس میگوید که این برای دومین بار است که نیروهای هوایی که هویتشان مشخص نیست دست به چنین حملاتی میزنند. رئیس شورای ولایت این ولایت همچنان میگوید که مناطقی که مورد آماجه نیروهای هوایی قرار گرفته یک منطقه فقیر نشین است که خسارت مالی را بنا آنها به جای گذاشته است. ولسوالی قارس یک بمب پرتاب میکنه به تقریبا 500-600 متری یک پسته امنیتی ما و بعد از بازگشت به نایی چهارم ولایت بادغیس در مرکز ولایت بادغیس به موسط دو پسته که بازم خوشبختانه تلفات جانی نداشته و یک تعداد خانه هایی که اونجی است و شیشه ها از اینا متضرر شدن، دروازه و شیشه مردم غریبی که اونجی مجدی بنامجر سخی نشیمندن و هیر ماه را هم متاثر کرده مردم بادغیس را که واقعی هم تیارا است از کدو مرجع میایه و چی رقم به اینا کسی کوریکی میده، ادایت میده که اینا میایه یه وضعی که دشمن هم بزنه. روز چند وقت پیش، روز پیشتر هم 6 نفر سرباز ما هدف حملی از اینا قرار گرفت و دیروز هم یه حملات از اینا. واقعا برای ما و مردم نگرانیه که اگر از کشورهای دوستم هست باید اینا فهمانده شه که دوباره یه حملات تکرار نشه. در این حال جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس میگوید که این حمله از سوی نیروهای ائتلاف در یک منطقه غیر مسکونی صورت گرفته است. سخنگوی والی بادغیس همچنان میگوید که از چندی به این سو نیروهای ائتلاف مواضع طالبان را در این ولایت مورد هدف قرار میدهند. دیروز یک اندخت سهلان صورت گرفته بود که در ساحه غیر مسکونی در همه اطراف شهر قلعه‌نو کدام تلفات نداشت و این پرتاب توسط نیروهای ائتلافی صورت گرفته بود. در حال است که پری روز در قادس هم بالای بازگاه‌های و مراکز مخالفین مسلح دولت بمبارمان کردن و یک تعدادشان کشته و زخمی هم داشت. این گفته ها در حال مطرح می شود که ولایت بادغیس گواه چندین حمله گروهی در شمال از ولسوالی ها بوده و وضعیت این ولایت تا حد نگران کننده بوده که پای مسئولان پایگاه 207 ارتش را به این ولایت کشاند.